نه شما اشتباه کردید، این مرد آلپاچینو نیست، این صورت من است، کاوه مشکات، گزارشگر بی بی سی. با کمک فناوری دیپ فیک یا جعل عمیق من به آرزوی دیرین خودم رسیدم. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real. این ویدیو دیگری از کارکرد جعل عمیق است. باز هم چشمانتان شما را گول زد. این شخص تام کروز نیست. صدا و تصویر آنقدر شبیه تام کروز است که ممکن است بیننده را گمراه کند. ویدیویی که میلیون ها بار در شبکه اجتماعی تیک تاک دیده شد. اما دیپ فیک یا جعل عمیق چیست؟ جعل عمیق ویدیویی است که با استفاده از هوش مصنوعی چهره ها را جابجا می کنند یا تغییر می دهند. دسترسی به این فناوری هر روز آسان تر می شود. حالا شما با استفاده از اپلیکیشن های مختلف می توانید عکستون را جایگزین یک هنرپیشه یا یک سیاستمدار کنید. Why I'm so popular? Because of my big brain. اما سرعت پیشرفت این فناوری نگرانی های زیادی را به وجود آورده. امکان جعل عمیق به گفته بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی سریعتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. قابلیت تغییر چهره ها در ویدیوها امکانات خلاقانه زیادی برای شما فراهم میکنه. شما با استفاده از این فناوری میتونین چهره تون رو جایگزین بازیگرها کنید، ولی ما شاهد تأثیر منفی این فناوری هم بودیم. جایگزینی صورت بازیگران معروف به جای بازیگران فیلم های پورن، کاری که هدفش تخریب شخصیت این افراده. همچنین نگرانی هایی در مورد استفاده از این فناوری در انتخابات و تولید ویدیوهایی وجود داره که در آن سیاستمداران قول هایی دهند که هرگز ندادند. استفاده دیپ فیک در فیلم های پورنوگرافی یکی از معضلات اصلی این فناوری است. کارشناسان امنیت اینترنت میگویند برای متوقف کردن این مشکل متخصصان امنیت باید سالها وقت بگذارند. بلا تورن یکی از بازیگرانی است که چهرهش در یک فیلم پورنوگرافی استفاده شد. اونا صورت من رو جای دختری گذاشتن که خود ارضایی میکرد. این ویدیو همه جا پخش شد و همه واقعا فکر میکردن اون منم. نمیدونم ما چجوری میخوایم روی این موضوع نظارت کنیم، چون اینطور نیست که شما فقط بتونین صورت یک سلبریتی یا این فرد یا اون شخص رو عوض کنید. ممکنه وقتی با دوستتون دعوا میکنید این کار رو باهاش انجام بدید و به همه جا بفرستید. میتونین این کار رو با یه سیاستمدار مشهور یا هر کس دیگه‌ای بکنین. دیپ فیک یا جعل عمیق این روزها انقدر ساده است که مجری برنامه 60 دقیقه به راحتی میتواند جای جان سنو در سریال بازی تاج و تخت را بگیرد. کاوه مشکات، بی بی سی.